ما اینجا تو جمهوری بی خدایان هدفمون هست و یه همچین باورایی هست از جامعه. ما جنگ داریم با دین، با اسلام، و با توجه به چیزایی که از اسلام دارید میبینید و تأثیرش رو امروز توی جامعه دارید میبینید، ما تأثیرش رو توی ایران داریم میبینیم، تأثیرش رو توی افغانستان داریم میبینیم، تأثیرش رو توی پاکستان داریم میبینیم، تأثیرش رو توی کشور مسیحی هم داریم میبینیم، تأثیرش رو توی کشور یهودی هم داریم میبینیم، تأثیرش رو توی جنگ بین فلسطین و اسرائیل میبینیم. من ببینیم، ما هیچ کدوممون نمیتونیم ادعا بکنیم که یک نقش بزرگی داشتیم توی همچین جنگی با این خرافاتی که انقدر برای بشریت هزینه داره، ولی همین که هر کدوممون یه تأثیر کوچیکی داشته باشیم که اون روزی که میرسه که جهان به یه صلح و ثباتی میرسه و این خرافات و بالاخره از جامعه یا حذف بشه یا در حدی تضعیف بشه که تو زندگی ما نقشش خیلی کم بشه، همین که ما بتونیم افتخار بکنیم که یه ذره ما تونستیم یه نقشی داشته باشیم که یه ذره زودتر به اونجا برسیم. شما نگاه کنین نسل‌هایی که در آینده خواهند اومد، خب تعدادشون آدمایی که در آینده هستن خیلی بیشتر از کسایی هستن که تا حالا زنده بودن. شما حتی اگه بتونین یه نقش خیلی کوچیکی هم داشته باشید توی از بین بردن این خرافات از جامعه که اینقدر برای جامعه بشری حاصلی نداشته، میلیون ها انسان در آینده به خاطر شما بهزیستیشون افزایش پیدا خواهد کرد. چه چیزی بهتر از چیزی که توی اسلام با خرافات و اینا بهش میگن ثواب؟ ما به طور واقعی میتونیم بیام نشون بدیم که شما میتونید افتخار بکنید به این که واقعا توی این مبارزه نقش حتی کوچیکی هم داشته باشه. شما ممکنه این نقشتون الان کوچیک به نظر برسه، ولی اگه ریاضیوار هم بخواید محاسبه بکنید، چون تعداد آدمایی که تو آینده هستن خیلی بیشتر خواهند بود، شما تاثیر کارتون نجومی خواهد بود.